جلسه فوق‌العاده شورای ملی مقاومت ایران در کشورهای مختلف جهان با مجاهدین در اشرف سه با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت. گرامی داشت قهرمان ملی در شب هفتم جاودانگی، پوریا و عقاب ارتش و سرمشق نشاه نشیخ سرهنگ خلبان بهزاد معزی. سخنان رئیس جمهور برگزیده مقاومت. پایداری ستایش انگیز سرهنگ معزی، الهام بخش سربازان و پرسنل مردمی ارتش در قیام علیه رژیم. سلام به دوستان و رفقای عزیز در شورا، یاران مقاومت در سراسر جهان، به خانواده و دوستان عزیز سرهنگ و همچنین به خواهران و برادران مجاهدان. جمع شدیم برای گرامی داشت انسان والا، خلبان مجاهد خلق سرهنگ بهزاد معزی. بر آستان جانان گر سرتوان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. این راز شکوه زندگی انسان بزرگی است که خلقی به او سربلندند. قهرمان ملی ایران، عقاب تیز پرواز بلند آسمان آزادی و مقاومت، فاتح پرواز پروازها، محبوب ترین پرسنل نظامی میهن پرست و مردمگرای تاریخ معاصر، وارث حقیقی کلونل پسیان و همه پرسنل میهن پرست به پا خواسته برای آزادی، الگوی درخشان مرزبندی و مبارزه با شاه و شیخ، کسی که در پروازهایش هر صبح در نهایت آسمان به دیدار جلوه‌های زیبای خلقت می‌رفت، از این رو به داشته‌های ناچیز زمین بی‌اعتنا بود، بدهکار مردم و فروتن و فداکار، کسی که می‌گفت آمده است برای مهمترین مأموریت و پرواز زندگیش و فقط برای همین، و تا آخرین لحظه حیات مفتخر و سربلند بود به انتخاب آرمان مسعود و وفای به عهد با خدا و خلق. درود بیکران بر سرهنگ معزی. امیر و سارای عزیزم، جناب سرگرد اسکندریان، اعضای محترم شورا، خواهران و برادران گرامی،
سرهنگ عزیز ما بهزاد معزی کمتر از یک ماه قبل از اون که این جهان رو به سوی ابدیت ترک کنه، اشک و اندوه یاران شورایی و مجاهدش به خاطر فقدان مجاهد والا حمید اسدیان رو تحمل نکرد و شورید و خروشید که برای مجاهد غم و قصه و عزاداری و گریه نداریم. سلاح مجاهد را باید برداشت و جنگید تا روزی که حتی اگر 3 نفر از ما باقی مانده باشد، باید در میدان آزادی شعار بدهیم و بخوانیم که گرماز سر بریده می ترسیدیم، در محفل عاشقان نمی رقصیدیم. این واپسین پیام اون خطاب به همه ماست. پس ما هم بر قصه و ماتم و دلمردگی شورش میکنیم، اگرچه که بسیار غم و قصه داریم، و به جای اون بر تعهد محکم و استوار خود برای به پیروزی رساندن راه اون پافشاری میکنیم. فرزندان برومند سرهنگ معزی فقید هم با درس آموزی از روحیه جنگاور پدرشون مردم ایران رو تسلی میدن. پس خطاب به امیر و سارای عزیزم میگم، میدونم که از دست دادن پدری مثل سرهنگ معزی چقدر سخته، اما مطمئن باشید که اون در وجود هزاران هزار رزماور آزادی تکثیر خواهد شد. حتما شما این رو دیده یا شنیده اید. سالها پیش از خود سرهنگ شنیدیم که می گفت در ایران هر جا که مردم اعضای خانواده هم رو می شناسن خیلی به اونها محبت می کنن، و این واقعیت رو همین روزها ما به صورت دیگه ای هم دیدیم، اون هم در برنامه همیاری. هنوز 1 ساعت از انتشار خبر درگذشت سرهنگ معزی نگذشته بود که هموطنانمون پی در پی با برنامه همیاری سیمای آزادی تماس می گرفتند و به مجاهدین و به مردم ایران تسلیت می گفتند. در مدت کوتاهی بعد از اون شاهد انتشار تراکت‌های بسیاری در تجلیل و گرامی داشت سرهنگ خلبان مجاهد بهزاد معزی بودیم. همچنین در اینجا به برادر گرامیم سرگرد اسکندریان، عضو محترم شورای ملی مقاومت، و همچنین به مهندس پرواز بیژن وکیلی، دوست و همراه همیشگی سرهنگ تسلیت میگم و درود میفرستم. اونها که مثل همیشه یار اون بودن و الان هم در این جلسه حاضرند. سرگرد اسکندریان دوست، برادر، همرزم و یار و غمخوار سرهنگ در 5 دهه گذشته بود. سرگرد اسکندریان و وکیلی از دلیران تیم پرواز سرهنگ بودند که مسعود رو از تهران به پاریس منتقل کردند. در بیان سرهنگ معزی در این سالیان، سرگرد اسکندریان یکی از پیشتازان بود که همیشه بر عزم و اراده و انتخاب اون تاکید میکرد. همچنین در این فرصت گرامی می‌داریم یاد همه همافران و قهرمانانی که به خاطر شرکت در عملیات پرواز بزرگ توسط خمینی جلاد اعدام شدند. سرگرد اسکندریان اینجاست تا پرسنل مردمی ارتش رو تسلی بده که به قول سرهنگ قصه و عزاداری نداریم. سرتون رو بالا بگیرید و افتخار کنید که چنین قهرمان رشیدی از صفوف شما برخاست.
راه اون رو در پیش بگیرید و جای اون رو در میدان نبرد برای آزادی ایران پر کنید. در اینجا میخوام به همه شما یاران وفادار اون، دوستان و یاران شورایی و مجاهدش بگم که تسلی یافتن واقعی و نقطه‌ای که میتونیم از این غم سنگین عبور کنیم اینه که به این حقیقت توجه کنیم که سرهنگ معزی رستگار شد. رستگار شد هم از نظر سیاسی و اجتماعی و هم از بابت آرمانی و معنوی، یعنی همون چیزی که خودش میخواست و انتخاب کرده بود. رستگار شد چون به آرمانی که به اون معتقد بود، به تعهد انسانی و سیاسی و مبارزاتی نامی که خودش برگزیده بود، یعنی نام مجاهد خلق، و به پیمان خودش با مسعود وفادار بود. بله، رستگار شد چون بر همه فتنه ها و فریب ها و تردید ها و بقرنجی های دوران حاکمیت آخوندها غلبه کرد. شاخص مرزبندی شاه و شیخ بود و در تمام این 14 همه شما شاهدید که چگونه روسفید و سربلند بود. غم از دست دادنش البته که بسیار سنگینه، اما وقتی کمی تأمل میکنی، وقتی که به خدمت بزرگ میهنی و انقلابی سرهنگ معزی برای مردم ایران فکر میکنی، وقتی که به راهی که طی کرد نگاه میکنیم، میبینیم که هر عضو این مقاومت و هر ایرانی وجودش لبریز از افتخار و شکوه میشه، اون هم به خاطر چنین انسان بزرگی در مقاومت ایران و در صحنه سیاسی ایران. برخلاف اونچه آخوندها و همدستا و مزدورانشون القا میکنند، جامعه ایران تهی شده و مسخ شده و تباه شده نیست، هرگز، چرا که شرفای بلند مرتبی مثل سرهنگ معزی رو تقدیم تاریخ آزادی ایران کرده. پس این جامعه بیشماران خودش رو راهی مسیری میکنه که معزی فقید طی کرد و اصالت و حقانیت اون رو نشون داد. کار بزرگ سرهنگ عزیز ما، پرواز حماسی 7 مرداد در سال 1360 بود، یا به گفته خودش که بارها می گفت، پرواز پروازها. اون به دلایل واضحی عمیقا می دونست چی کار داره می کنه و چه مسئولیتی رو بر عهده گرفته و چه خطرات و عواقبی داره. در اون موقع که سرهنگ داوطلب این مسئولیت شد، روزهای سخت بعد از 30 خرداد بود و کار رژیم با مجاهدین به قهر و کشتار کشیده بود. هر گونه ارتباطی با مجاهدین و هر گونه کمک رسوندن به سازمان مجازات وحشیانه و حتی اعدام در پی داشت. پس قهرمان ملی ما خوب می دونست چه کاری رو پذیرفته. بنابراین وقتی که قدم در این مسیر گذاشت، اولین پرداختش این بود که جونش رو در طبق اخلاص گذاشت و در قدم‌های بعد تمام زندگی و موقعیت و تمام عمرش رو. شکی نیست که سرهنگ معزی در همون موقع گمشدش رو در مسعود پیدا کرده بود، بنا به گفته خودش، و این مسئولیت رو از صمیم قلب انتخاب کرده بود که هر کاری میتونه برای حفظ مسعود و برای انتقال سالم اون انجام بده. این
رسالت ویژه زندگیش و هدف بزرگی بود که برای اون به پا خواسته بود. این روزها در آستانه سیده هستیم، یعنی سالروز آزادی مسعود و همچنین آخرین دسته زندانیان سیاسی از زندانهای ساواک شاه. خواست و مشیت خدا این بود که مسعود از زیر تیغ اعدامها در زمان شاه و از گزند انواع توطئه‌ها و جنایت‌های خمینی و خامنه‌ای در امان بمونه. اما راستی همین مشیت چطور و چگونه عملی شد؟ این مشیت با فداکاری انسان‌هایی عملی شد که با تقدیم جان و زندگی خودشون از مسعود حفاظت کردند. یادتون هست دکتر کاظم از سال 50 تمام زندگی و موقعیت شغلی و علمیش رو برای نجات جان مسعود وقف کرد و بعد در رژیم آخوندها جانش رو تقدیم آزادی کرد در اون عملیات وحشیانه تروریستی در ژنو. قهرمان دیگه کاظم ظلموار بود که وقتی از اوین در اواخر سال 53 دوباره اونو آوردن به کمیته و سلولش به تصادف در انتهای همون بندی بود که مسعود در ابتدای اون زندانی بود و هر دوشون رو تا سرحد مرگ شکنجه کرده بودند، یک روز از سوراخ بالای سلولش میبینه که مسعود دستش رو به دیوار گرفته و لنگ لنگان داره خودش رو به سمت دستشویی میکشونه. کاظم در اونجا از جونش مایه میذاره و به مسعود علامت میده و به مسعود میرسونه که تو رو به خاطر آدرس ها و طرح‌های عملیاتی اینجا آوردن که از زندان بیرون فرستاده شده بوده، در مورد سرگرد زمانی و یک دشخیم دیگه به نام سروان جیان پناه. یعنی دو نفری که همونجا توی زندان زندانیا رو جلوی چشم بقیه شکنجه می کردند و از ریختن آب جوش تا سوزن فرو کردن و باتوم و آویزون کردن از میله های اتاق ملاقات ابایی نداشتند. کاظم به مسعود میگه بدون که من و مراد نانکلی که زیر شکنجه شهید شد همه اینا رو به عهده گرفتیم. در حال کار کاظم باعث میشه که مسعود دست دشخیمان رو بخونه و اگر این فداکاری بزرگ کاظم ظلموار نبود قطعاً مسعود رو زیر شکنجه به خاطر اون دو دشخیم می‌کشتند. و سرهنگ موزی به اون پرواز خطیر دست زد تا امانت مردم ایران رو سالم به مقصد برسونه. هفته مرداد سال 60 که خبر پرواز مسعود از تهران به پاریس از رادیو پخش شد، همه یادتون هست و یادمون هست. هر یک از مجاهدین و هر ایرانی آزاده ای در تک تک خونه ها و مقرات مجاهدین در ایران و سراسر جهان و هر کجا که خبر رو شنیدن، از شنیدن این خبر غرق شور و امید شدند. اما در همون حال در نظر همه ما همچنین هواداران و مردممون پیروزی این عملیات در یک نام سمبولیزه می شد که سرهنگ خلبان بهزاد مزدی بود. درود بر او و روح شاد. چند روز پیش در پیام تسلیت گفتم که من همواره مدیون اون بودم و به خود اون بارها می گفتم که تا ابد قدردان اون هستم به خاطر همون پرواز بزرگ و اون مسئولیت خطیر. یادم میاد از سال 61 هر سال که در هفته مرداد سال روز پرواز دیداری با سرهنگ داشتم از اون قدردانی میکردم.
در هر دیداری که در ایام عید به نزد سرهنگ می رفتم و یا در هفته مرداد که اون رو در اتاق کار خودم می دیدم، به وی یادآوری می کردم که من و همه مجاهدین و هواداران سازمان نسل در نسل سپاسگزارت هستیم و خودمون رو مدیون تو می دونیم. سرهنگ، همتون یادتونه و میشناسینش، به محض شنیدن این جملات عمل نمیداد و همه این تحسین ها رو نثار مجاهدین و خود مسعود میکرد. جمله ثابتش این بود که من کاری جز مسئولیتم انجام ندادم و از این کار بزرگ سهمی رو متوجه خودش نمیکرد. میگفت این عملیات سازمان بود و تعداد زیادی از مجاهدین درگیر این عملیات بزرگ بودند و بسیاری میدونی که به شهادت رسیدند. من بهش جواب میدادم آره میدونم، بلی، و بعد حرفای خودم رو میگفتم دوباره. شاید شما هم شنیده باشید یا خونده باشید یکی از لحظات بسیار خطیر پرواز بزرگ رو که خود من در یکی از سالگردهای پرواز از سرهنگ شنیدم. حتما شما هم شنیدیم، ولی گفتنش آدم رو سیر نمی کنه و دلش می خواد باز هم تکرار کنه. سرهنگ وقتی که توصیف می کرد صحنه رو از ابتدا، در وسط کار به نقطه می رسید که در یک نقطه جنگنده های رژیم که متوجه شده بودن بلند شدن، اخطار میدادن که شلیک میکنیم و در تیررس بودن. این گفت من در حالی که اونا رو داشتم گمراه میکردم، در همون حال سرعت هواپیما رو تا حد اکثر ممکن بالا بردم تا بتونم از منطقه تهدید خارج بشم. میگفت تمام هواپیما میلرزید. مهندس پرواز نگران شده بود و میگفت هواپیما در معرض خطره، و من بهش گفتم به اوضاع مسلطم و میدونم دارم چی کار میکنم، و با همین سرعت بود که تونستم از تیررس دشمن هواپیما رو خارج کنم و سوژم. باز از خاطراتم عید هر سال که برای تبریک سال نو به اتاق کارش میرفتم، روی میز کارش چند کامپیوتر قرار داشت. خیلی از شما اونو دیده بودید، چون سرهنگ در کارهای سیاسی مقاومت و فعالیت‌های شورا فعالانه مشارکت داشت، و در این حال اتاقش پر از ماکت‌های کوچیک و بزرگ انواع هواپیماها بود. و هر بار که به اونجا می‌رفتم به مناسبت آخرین تحولات، به خصوص در زمینه تخصصی، تفسیرهای جالبی داشت و برام توضیح می‌داد. به خصوص اطلاع اون و تحلیل های اون از وضعیت خراب رژیم، وضع فلاکتبار مردم در داخل و شرح وضعیت مردم در جای جای میهن، اونقدر بروز و جالب بود که هر شنونده رو جذب میکرد. هر سال در سالگرد پرواز دلم میخواست کاری برای اون بکنم تا احساس دینم رو، گوشه ایش رو بتونم نسبت به اون نشون بدم. یه سال یه میز بزرگی توی اتاقم گذاشتم، روی اون تمام عکس‌های خاطر انگیز سرهنگ از پرواز بزرگ تا جلسات مختلف و دیداراش با مسعود و شرکتش در تظاهرات‌ها، میتینگ‌ها و جلسات رو گذاشتم. وقتی وارد اتاق شد و چشمش به این میز افتاد، تعجب کرد و گفت اینا برای چیه؟ گفتم هیچی، فقط اینا گوشه ای از کارهای شماست و برای اینه که بگم چقدر مدیون شما هستم. سرهنگ گفت بارها گفتم که این کمترین وظیفه‌ای بوده که من برای مسعود انجام دادم. شما همه لحن اونو به یاد دارید. و باز در یک جلسه و دیدار مشابه دیگه از من پرسید چرا من رو این همه ویژه میکنی؟ گفتم برای اینکه به طور واقعی برای همه ما و برای همه مقاومتمون و
و برای هر کس که دنبال آزادی ایرانه، شما همین نقش ویژه رو دارین. البته شما حق دارین که از موزه خودتون چنین چیزی رو نپذیرین و این البته اوج شرافت و علو طبع و انسانیت شماست که کار بزرگی رو که کردین به حساب خودتون نمیذارین. ولی خواهش میکنم از موزه من به این واقع نگاه کنید که چه اوج با شکوهی در تاریخچه این مقاومت آفریده شده. اینجاها بود که دیگه میگفت بس رو ادامه ندیم و من لحظاتی توقف میکردم و دوباره شروع میکردم. نیکی ها و صفات انسانی و مردمی سرهنگ رو همه به چشم دیدن. لازم به ذکر نیست ولی دلم نمیاد که از این فرصت استفاده نکنم و به اون اشاره کنم. به مال و منال دنیا، به شغل و جاه و مقام و حتی به رفاه و آسایش شخصی بی‌اعتنا بود و از این نظر به قول مسعود درویش وارسته‌ای بود. بعد از انقلاب سرهنگ موزی که فرمانده یک پایگاه بود، تا اونجا که من میدونم میگن درجه روی دوشش نمیزد و رابطه یه بسیار نزدیکی با رده های پایین تر از خودش برقرار میکرد، به طوری که بر سر این موضوع بارها به اون اعتراض کرده بودن که تو داری نظام ارتش رو به هم میزنی، اما اون زیر بار نرفته بود و همین روش رو ادامه میداد. دوستان عضو شورا در پیام‌ها و نامه‌هایی که در این روزها درباره فقدان سرهنگ موزی منتشر کردند یا برای من نوشتند، هر کدوم روی جنبه مهمی از خصائل انسانی وی دست گذاشتند. اما خوبه یادآوری کنم که فراتر از همه این ویژگی‌های فردی، فراتر از فروتنی و تواضع احترام برانگیزش، اون چه سرهنگ رو به عنوان یک مجاهد خلق و یک رزمنده آزادی ممتاز می کرد این بود که انتخاب کرده بود همواره به دهکار مردم خودش باشه و نیازمند راه و مسیر مبارزه‌ای که انتخاب کرده بود. بنابراین چیزی رو برای خودش نمی خواست و از اینکه حتی دیگران اون رو شخصیت ویژه‌ای ببینند دوری می‌جست. در مورد سایرین هم هر جا که می‌دید کسی سر سوزنی به دنبال منافع خودشه تعامل نمی‌کرد و واکنش نشون می‌داد. در یکی از دیدارهایی که با اون داشتم می‌گفت هر کس تو این مقاومت باید بپردازد. هر کس که فکر می‌کنه باید چیزی به او بدن و از این بابت مدعیه، بدونید که مسیر اشتباهی رو انتخاب کرده. این مسیر سازمان و مجاهدین نیست. این مسیر برای پرداختن و فدا کردن. البته شما همه دوستان و رفقا میدونین که این معنا رو بارها و بارها در جلسات علنی شورا و هر جا که لب به سخن می گشود بیان می کرد. زندگی اون در 40 سال گذشته هم تماماً در یک اتاق کوچک در دفتر شورای ملی مقاومت گذشت. این زندگی آینه ای از همین اعتقاد و همین وارستگیه. به دلیل اینکه اون همه مادیات و مواهب زندگی رو در اختیار داشت و آزاد بود که هر طور میخواد حتی در کنار مقاومت زندگی کنه، اما اون بودن در جمع مجاهدین رو انتخاب کرد. و باز یادم میاد بعد از ماجرای 17 ژوئن، روزی که بعد از خاتمه دوران تبعید به اوور برگشته بود، 2-3 نفر از برادران مجاهد که میخواستن تختی رو به اتاق سرهنگ منتقل کنند،
چون وقتی که نیروهای پلیس ریخته بودن در مقر مجاهدین، همه چیز رو در واقع درب و داغون کرده بودن، همه چیز جابجا شده بود. وقتی این برادران میخواستن تختی رو منتقل کنن به اتاقش، قبول نمی کرد و میگفت نه تخت میخوام نه هیچ وسیله دیگه، میخوام روی زمین بخوابم به یاد زندانیانی که الان در اوین و زیر شکنجه هستند. و باز در جریان 17 جوانم که دستگیر شده بود، برخوردش واقعا ویژه خودش بود. هرچی از اون سوال میکردند که مسئولان مجاهدین و اعضای شورا چه کسانی هستند، یعنی ساده ترین سوال، و عکسای به اون نشون میدادن که عکسای شناخته شده بودن تا بخوان شناسایی کنن، سرهنگ در جواب به اونها میگفت هر اطلاعاتی میخواین برین روی سایت های شورای ملی مقاومت وجود داره، میتونید برین و اطلاعات خودتون رو تکمیل کنین، من چیز بیشتری ندارم که به شما بگم. و همین برخورد های قاطع و تو دهنی محکمی که به بازجوها میزد خشم اونها رو برانگیخت و نهایتاً اون رو به تبعید فرستادند. دوران تبعیدش هم به راستی همچنان که خیلی از شما شاهد بودیم، فراز دیگری از تسلیم ناپذیری و پایداری اون بود و از طرف دیگه شخصیت اثرگذارش. یادتون هست اون رو به شهر شمون در 250 کیلومتری جنوب پاریس تبعید کرده بودن، ولی به سرعت مردم اونجا رو برانگیخت و شیفته خودش کرد. در اونجا 25 انجمن مدافع حقوق بشر و پناهندگان کمیته تشکیل دادن برای حمایت از سرهنگ و به نهادهای مختلف فرانسه از جمله به الیزه نامه می نوشتن و به تبعید اون اعتراض می کردن. خود سرهنگ می گفت که کار به جایی رسید که بعد از اون من به هر جای این شهر که می رفتم منو دیگه می شناختن و به مقاومت ایران سمپاتی نشون می دادن. یادم میاد که یک آقای فرانسوی که خیلی به سرهنگ علاقمند بود و در اون شهر بود، به اوور دعوتش کرده بودیم. اون مستمر از ارادتش به سرهنگ گفت از و از شخصیت سرهنگ برام تعریف می کرد. من از اون به خاطر توجه و رسیدگی فوق‌العاده‌اش به سرهنگ تشکر کردم. بهش گفتم که تو میدونی که ما ایرانی ها میگیم آدم های خوب همدیگر رو پیدا میکنن و سرهنگ چه زود شما رو پیدا کرد. خود سرهنگم میگفت در مدت اقامتم در این تبعیدگاه بیش از همیشه حقانیت و درستی راه مبارزه با رژیم برام اثبات شد. و در همون دوران انبوهی کار سیاسی علیه رژیم کرد و اون کودتای ننگین رو افشا کرد، اون هم با انبوهی انعکاس که همه اونا ثبت شده و وجود داره. همون موقع تلویزیون کانال 3 فرانسه گفت او در کشورش یک قهرمان محسوب می شود، یک کلونل نیروی رهبر مقاومت را از کشور خارج کرده ولی توسط مقام های فرانسه تهدید می شود. اما بهترین توصیف درباره این رادمرد بزرگ تاریخ ایران همونه که مسعود گفت، پوریای ارتش و سرمشق نشاه و نشیخ، براستی چه بیان پرمعنایی. در اینجا به یاد شعر مشهوری افتادم از گوته، شاعر و متفکر بزرگ آلمان، که میگه من خانه‌ام را روی هیچ بنا کردم، بنابراین همه گیتی از آن من است. بله، این حکایت انسان بزرگی است که چیزی برای خودش نمی‌خواست، چشم داشت و توقعی نداشت، به جای همه امتیازها و خوشی‌های زمانه رنج 40 ساله را انتخاب کرده بود، بنابراین جهان آزادی و مقاومت را از آن خودش کرده بود و با آن یگانه بود و همواره سرشار، سرزنده و راضی و شاد. هر کس که سرهنگ رو دیده باشه میدونه که
سرهنگ موزی بسیار کم حرف بود، هیچ وقت درباره خودش صحبت نمی کرد، اما شیر قرآنی بود در دفاع از مواضع مقاومت و مجاهدین و مسعود و در این زمینه سر سوزنی کوتاه نمی آمد. در اجلاسیه های شورا با همین قاطعیت موضع‌گیری می کرد، ولی بسیار کوتاه. به اوضاع سیاسی و تحولات روز بسیار مسلط بود و با همون دیدگاه رادیکال تحلیل و بررسی می کرد. البته در ورای همه اینا مهمترین عنصر، عنصری که نظرات و بحثهاش رو با اون ارائه می داد، ایمان به مبارزه و امیدواری بیخلل اون به پیروزی مقاومت و مجاهدین بود. در جلسات سیاسی، کنفرانس ها یا در اجتماعاتی که برای سخنرانی و سوال و جواب با ایرانی ها و هواداران مقاومت در کشورهای مختلف شرکت میکرد، در همه جا از خطوط و سیاست های مقاومت، از حقانیت مبارزه با رژیم دفاع میکرد. سرهنگ موزی همواره از پرسنل مردمی ارتش و به خصوص نیروی هوایی به نیکی یاد میکرد. او همچنین از پرسنل قهرمان هوادار مجاهدین که در طرح پرواز شرکت داشتن نام میبرد و اسم اونها رو بارها و بارها تکرار میکرد. از سرهنگ خلبان اسماعیل فرخنده تا همافران قهرمانی مثل رضا بزرگانفرد، علی کمالان، احمد بوشی، ایرج برنگی، مسعود صادق نیا، یعقوب چوداری، محمد حسین حسینی، ابراهیم عزیزی، علی رضا مسعودی و فریدون برمزیاری که بعدها در عملیات ارتش آزادی به شهادت رسید. یاد همه اونها گرامی باد. قطعاً پایداری ستایش‌انگیز سرهنگ موزی و اون قهرمان ها الهام بخش پرسنل آزادی خواه ارتش در قیام و نبرد علیه رژیم آخوندی است. خواهران و برادران، در این چند روز من از شما و همینطور از هواداران سازمان در کشورهای مختلف و همه یاران مقاومت نامه ها و پیام های بسیاری دریافت کردم که همه با دل سوختگی بسیار از جایگاه سرهنگ، از خدمت بزرگ انقلابی اون و از صفات مردمیش تجلیل کردید. بسیار قابل فهمه جنبشی که با فدا و صداقت شناخته میشه چنین محصولاتی داشته باشه و از 56 سال پیش تا به حال با همین ارزش‌ها و معیارها حرکت کرده و اعضا و هوادارانش بیش از هر کس قدر و منزلت این رادمرد بزرگ رو میشناسن. قدر و ارزش اون که یک زندگی مبارزاتی در میان مجاهدین رو بر بسیاری از مواهب زندگی ترجیح داد. این جمله رو هم از مسعود یادآوری میکنم که بارها گفته مجاهد بودن نه یک اسم که یک راه و رسمه و سرهنگ همیشه به داشتن همین راه و رسم ممتاز بود. اونهایی که از صفوف ما پر می کشند به واسطه همین راه و رسم و همین ارزش ها همیشه ماندگارند. از بهزاد موزی تا حمید اسدیان، افسانه پیچکا، سعید شاهرخی، جلال پراش، اعضای شورای ملی مقاومت تا سایر مجاهدان قهرمانی که در دو ماه اخیر به جاودانه فروخا پیوستند. همچنین مجاهد بزرگ منشی مثل مادر فرزانه سا که عمری رو در پایداری و مبارزه علیه رژیم سپری کرد. بله، به همه اونها درود می فرستم.
شورای ملی مقاومت، به شما یاران محترم سرهنگ و چنین انسانهای بلند مرتبه‌ای شناخته میشه، کسانی که مانند اون به مقاومت علیه رژیم برخواسته و به مرزبندی استوار با شاه و شیخ پایبندند و تا آخرین لحظه حیات بر اون پای فشردند، حتی بیش از ابتدای را. معمولا اینطور میگن که آینده حقیقت رو نشون خواهد داد، اما در مورد اونچه که شورای ملی مقاومت بر اون پایداری کرده، زمانه حاضر گواهی میکنه که بر حق و ضروری و واقعی بوده و هست. شنیدم که چند روز پیش آقای دکتر هزارخانی، که همه ما به ایشون سلام میکنیم و درود میفرستیم، بر اهمیت فوق‌العاده گستردگی شبکه هواداران مجاهدین و کانونهای شورشی در شهرهای مختلف تاکید میکرد. بله، این شبکه که نمودهای از اون در برنامه همیاری اخیر، برنامه اخیر سیمای آزادی دیده میشد، در کنار حمایت‌های گسترده اجتماعی از این جنبش، پیروزمندی نظرگاه و استراتژی این مقاومت رو نشون میده. حقانیت استراتژی کانون‌های شورشی به اثبات رسیده و این نظر اثبات شده که جامعه ایران ملتهب و انباشته از نارضایتی است و وضعیت به گذشته هرگز بر نمی‌گردد. در این واقعیت تردیدی نیست که رژیم قادر به مهار اوضاع، اونم این اوضاع خطیر، نیست و در مرحله سرنگونی است. همه رنج ها، سختی ها، خون ها و خون دل ها که مجاهدین و شورای ملی مقاومت و سمبول های مثل سرهنگ خلبان مجاهد بهزاد معزی آگاهانه و مشتاقانه برای آزادی ایران تحمل کردند، یقیناً به ثمر خواهد رسید. باشد که جای خالی سرهنگ معزی فقید را دوستان شورایی، پرسنل مردمی ارتش و مجاهدان آزادی و همه اونهایی که به نبرد برای سرنگونی رژیم برمیخیزند پر کنند. درود بر روح پرفتوه خلبان مجاهد سرهنگ معزی و درود بر شکیبایی و پایداری همه شما دوستان عزیز و خواهران و برادران عزیزم و درود بر عزم و رزمتان برای ادامه نبرد تا هر کجا که لازم باشد. اجازه بدید که یک دقیقه برای این قهرمان ملی یعنی سرهنگ خلبان مجاهد دست بزنیم.